بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. اطعام در احکام شرعی جایگاه خاصی داره، به گونه های مختلف احکام داره. امروز من از احکام مستحبیش میخوام یاد کنم. در روایات به گونه های مختلف از اطعام ترغیب شده و دعوت شده به اطعام، فرمودن افضل الاعمال اطعام و طعام، اطعام طعام رو از افضل اعمال حساب کردن. از رسول خدا نقل شده، فرمودن که بهترین شما کسی که به فقرا اطعام کن. یا فرمودن از موجبات مغفرت و بخشش گناهان اطعام هست. شکلهای مختلفی از اینجور روایات در ارزش و جایگاه اطعام هست. اما اطعام به چه کسانی و چگونه اطعام هایی هست، مصادیقش کدومه، به چند نمونه از اینها اشاره می کنم. یکی از اینها فرمودن اطعام در مراسم عروسی. از سنت ها و سیره پیامبران فرمودن که اطعام در ازدواج، در عروسی، در جشن تولد فرزند به عنوان یکی از مواردی که سفارش شده، ولیمه در جشن تولد فرزند، در بازگشت از سفر به ویژه سفر حج که الان زمانش هست، فرمودن اگر میخواین شما ثواب حجاج رو ببرین دو تا کار انجام بدید. یکی این که اون نماز دهه رو بخونید که گذشت، یکی هم که الان فصلش داره میشه این که برید به پیشواز و استقبال افرادی که از مراسم حج دارن برمیگردن، زائرین، این ثوابو ببرید. اما از اون ور اونا هم وظیفه دارن اطعام کنن. وظیفه داره اون فردی که از حج برمیگرده، وظیفه مستحبیه که اطعام کنه. در خرید خانه مستحب اطعام بدیم. برای روزداران افطاری دادن، به ویژه روزداران روز قدیر سفارش شده که بیاییم افطاری بدیم. اطعام به خانواده معزا، خانواده معزا، اونا خود مصیبت رو دارن میکشن دیگه، یه مصیبت اضافه بهشون تحمیل نکنیم که پذیرایی هم ما رو بکنیم، بلکه ما اطعامشون کنیم. این هم سفارش شده. و از اطعام هایی که زیاد سفارش شده اطعام قدیره. نقش ما برای قدیر چیه؟ یکیش اطعامه که در واقع برای ترویج فرهنگ قدیر، احیای قدیر، ماندگاری قدیر، یکی از کارهایی که میشه همه انجام بدیم، هر قد میتونیم، به هر اندازه که میتونیم توی این اطعام و احسان نقش داشته باشیم. یا پولیش بدیم، یا سفره باز کنیم، یا خودمون اطعامی بیرون بدیم، سفارش شده. فرمودن که اطعام روز قدیر مثل این که پیغمبران رو اطعام کردیم، مثل این که 1,000,000 نفر اطعام کردیم. این چقدر ارزش داره. انشالله که سهیم باشیم. صلوات بر محمد و آل محمد.